مثالهای متعددی میشه سر دستاوردهای حرکتها اعتراض دانشجویی زد، کما اینکه الانم تو خیلی از دانشگاه شاهدیم که دانشجوها وقتی متحد میشن و وقتی اعتراض میکنن سر مسائل صنفی، سر مسائل اداری دانشگاه به نتایج خیلی زیادی میرسن. اما من در این سطح نمیخوام متوقف بشم. هر وقت ما جمع بشیم و اعتراض کنیم 100% به نتیجه میرسیم. نقطه اصلی تری که میخوام نشون بدم اینه که توی قیام 18 تیر اونجایی که دانشجو جمع شدن تونستن اون پروژه تزویر و ریا رو در هم بشکنن، یعنی در ورای و بالاتر از دستاوردهای صنفی، اداری یا رفاهی توی دانشگاه، دانشجوها تونستن یک دستاورد سیاسی نه فقط برای دانشگاه بلکه برای کل جنبش انقلابی در سطح جامعه به دست بیارن. کارهایی که من اون موقع سعی می کردم انجام بدم، یک یکش پیدا کردن دوستان هم نظر بود. ما اول همدیگر رو پیدا می کردیم بر سر یک آرمان مشترک. گام بعدی که بر می داشتیم سعی می کردیم که همین جمع رو از مجموعی از افراد پراکنده به یک جمع متشکل و کارا تبدیل کنیم. پس لازم بود که حالا به زبان امروزمون بخوام بگم نشست‌هایی داشته باشیم، در کنار هم بشینیم، نظراتمون رو بگیم و مطالعات مشترک بکنیم. این به لحاظ نظری ما رو به هم نزدیک می‌کرد و انسجام می‌داد. گام بعدی که برمی‌داشتیم این بود که ببینیم چطور میشه اعتراض کرد، چطور میشه پراتیک عملی داشت. برای همین وارد پراتیک عملی میشدیم، اعم از ارتباط با سایر دانشجوها یا حرکت‌های اعتراضی و افشاگرانه علیه رژیم، شعار نویسی، تبلیغ به هر بهانه و در هر شرایطی علیه رژیم. وقتی وارد مسیر مبارزه شدم از همون اولین قدم هایی که برمی داشتم همیشه کسانی برام الگو بودن و کسانی بودن که من روزها و شبها بهشون فکر می کردم که اینها قهرمانان جنگیده بودن. در پایین ترین نقطه تعادل قوا با خون خودشون، با شهامت خودشون و با ایمانی که به پیروزی داشتن صحنه رو تغییر داده بودن. این افراد کسانی بودن که اگر اسم ازشون می بردی خطر اعدام و زندان برات وجود داشت. اینا مجاهدین خلق ایران بودن. خب همیشه به این نقطه نگاه می کردم و فکر میکردم که شاید خیلی دور از دسترس باشه برای من، ولی تو این مسیر که گام برداشتم یک روزی احساس کردم که خودم دارم تبدیل به اون چیزی میشم که در جستجوش بودم. میخوام بگم وقتی وارد مسیر مبارزه میشی، وقتی تصمیم میگیری که برای تحقق یک آرمان بجنگی، وقتی تصمیم میگیری که یک رژیم غاصب و سرنگون کنی و آزادی و عدالت رو به جاش مستقر کنی، این چیزی نیست که در یک جا متوقف بشه. برای من چیزی نبود که در یک جا متوقف بشه.
این مسیر رو پس ناگزیر باید ادامه می دادم و هر قدمی که بر می داشتم به پرچمداران اصلی این مسیر لاجرم نزدیکتر می شدم. در نتیجه این که خودم مجاهد بشم به چنان آتش و نیازی در من تبدیل شد که لحظه من آروم نمی داشت. اون روزها خیلی چیزها برای من در حد سوال بود، اینکه چه می شود کرد، اینکه من چه کار می تونم بکنم، اینکه تا کجا قیمت می تونم بدم. مثلا از ذهنم می گذشت که خب زندان مشکلی نیست، ولی با شکنجه چه کار کنم، یا تا کجا بالاخره میشه قیمت داد. یادم اولین پراتیکی که به طور مستقیم رفتم توی صحنه اجرا کنم، شب اول شهادت این گفتم، چون فرد رو برای این گذاشتم که بر نمیگردم. ولی وقتی انجام دادم احساس کردم یک پرده از برابر چشمم فرو ریخت. دیدم نمیشه انجام داد. همین باعث شد گام های بعدی رو بردارم. یعنی توی این سالها جدا از مطالعه کردن، جدا از بحث و فحص کردن، جدا از جستجو کردن، اصلی ترین چیزی که من رو به جلو حرکت داد وارد وادی عمل شدن بود. یعنی به میزانی که با این رژیم جنگیدم احساس کردم که بیشتر هم میشه جنگید. احساس کردم دشمن ضعیف‌تره.